این تنها تصویری است که از ابوبکر بغدادی فرماندهی داعش در عراق منتشر شده. 43 ساله، متولد دیاله، تحصیل کرده دانشگاه بغداد، معتقد به تفکرات تکفیری و فرمانده یکی از خشنترین گروه های تروریستی جهان. پایگاه اینترنتی داعش قبل از جنایت دیروز در موسل مسئولیت بیش از 100 حمله انتحاری در عراق را به عهده گرفته است. ریشه های تشکیل داعش به 10 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که ابو مصعب زرقاوی گروهی به نام جماعت توحید و جهاد تشکیل داد. بعد از کشته شدن زرقاوی در سال 2006 میلادی، جریان‌های تکفیری و تندرو در گروهی به نام دولت اسلامی عراق به رهبری ابو عمر بغدادی گرد آمدند. 4 سال بعد ابو عمر بغدادی در یک عملیات تروریستی کشته شد و نوبت به ابوبکر بغدادی رسید که فرماندهی گروه را به دست گیرد. وی با توجه به برنامه‌های آینده خود کادرهای اصلیش را از افسران حزب بعث انتخاب می‌کند. شناخت این افسران از ارتش عراق بعدها در عملیات موسل به کمک بغدادی می آید. چندی بعد با تجمع گروه های تکفیری و تروریستی در سوریه، داعش نیز با خدهی و پشتیبانی برخی کشورهای مرتجع منطقه به جبهه ضد مقاومت می پیوندد و با حمایت آشکار و پنهان امریکا و اروپا همه توان خود را بر ضد دولت و مردم سوریه به کار می گیرد. چند ماه بعد در 9 آوریل سال 2013 ابوبکر بغدادی ادغام این گروه با جبهه النصره، یکی دیگر از گروه‌های تکفیری و تروریستی فعال در سوریه را اعلام می‌کند و داعش یا عبارت کامل آن دولت اسلامی عراق و شام رسما شکل می‌گیرد. ورساله الى اخوان المهاجرين في بلاد الشام. انحراف تفکرات تکفیری این گروه به حدی است که جنایاتش در سوریه روی دیگر گروه‌های خشن تروریستی حتی القاعده و النصره را سفید کرده است. داعش بیشتر به عناصر تروریستی متکی است که از کشورهای مختلف زیر چتر تفکرات تکفیری این گروه گرد آمده‌اند. دیدگاه‌های داعش به گونه‌ای خطرناک و انحرافی است که جریان‌های مختلف اهل تسنن نیز از این گروه خشن و خونخوار اعلام برائت کرده. می‌کنم به شما آقای اخوان، امروز داعش حمله‌ای به کنسولگری ترکیه در موسل داشته و 48 نفر رو هم گروگان گرفته از کارکنان کنسولگری. 28 راننده تریلی ترک هم در مرز ربوده شدن. واکنش آنکارا به تحولات عراق چی بوده؟ خیلی متشکرم جناب آقای حیاتی. همونطور که شما هم اشاره کردید، هنوز مقامات امنیتی ترکیه در حال چاره‌اندیشی برای آزاد کردن رانندگان کامیون خودشون بودن که خبر تصرف کنسولگریشون در موسل عراق هم مردم و هم دولت مردان ترکیه رو شوکه کرد. البته این نکته رو هم اضافه بکنم که دقایقی قبل رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که علاوه بر 28 راننده 4 راننده دیگه هم توسط گروه داعش روبوده شدند، کسانی که مواد نفتی و بنزین رو حمل می‌کردند به یک نیروگاه در شمال عراق. باید خدمتتون عرض بکنم که بعد از اتفاقی که افتاد و خبرش منتشر شد، نخست وزیر ترکیه بلافاصله یک جلسه فوری رو تشکیل داد و مقامات بلندپایه ارتش و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه و دولت رو دعوت کرد و چیزی حدود 2 ساعت این جلسه به طول انجامید و پس از جلسه بود که آقای اردوغان حرفی رو زد که کمتر تا حالا گفته بود و اون چیز نبود جز اینکه کشور ترکیه برای حفظ منافع ملی خودش از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد و پاسخ تروریست های داعش رو به شدیدترین وجه خواهد داد.